السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون سیمای شهری پنجکند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. در تلور مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند جمع آمدی باشکوه به مناسبت عید کسبی ساختمانچیان برگزار کردید. در دوران استقلال در دایره سیاست آبادکارانه سروری دولت محترم امام‌علی رحمان کارهای سازندگی و بنیادکاری اوج تازه گرفته لایحه‌های عظیمه در ساحه‌های راهسازی استحصال نیروی برق عملی شده شهر و دهات به تدریج سیمای خود را دیگر میکند و در این دیگرگونی‌های عظیم بناکاران نقش بارز دارند. در این باره در جمع‌آمد در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند با اشتراک سابقه‌داران ساحه ساختمان راهبران شرکت‌های بناکاری با سبتی روزی کارمندانی ساحه ساختمان که یکشنبه دویومی ماه آوگوست هر سال تجلیل می‌گردد سخن را رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده بناکاران را با عید کسبیشان تبریک نموده از جمله ذکر کرد که حالا ساختمانچیان در بنیاد بیش از 40 بنای بلند آشیانه استحکاماتی با مرکزهای استحصالی و تجارتی زحمت می‌کشند و با افتخار جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی کشور در مجمع بنیاد 1000 انشاءات تعینات استحصالی و اجتماعی پیش بینی شده است. در فرجام جمع اومد با یک عده سابقه‌داران ساحه و بناکاران سپاسنامه و تحفه‌های ایدونه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند تقدیم کرده شد. مطابق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند نشست مطبوعاتی رهبریت جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های برقی پنجکند با نمایندگان وسایط اخباری عامه دیده شد. ادامه این موضوع در گزارش دیگر برنامه. با اشتراک رهبریت جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های برق شهری پنجکند و نمایندگان وسایط اخباری عامه اوید به جنبستی فعالیت نیم ساله یکمی سالی روان نشست مطبوعاتی برگزار گردید. نخست رهبری جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های برق شهری پنجکند جهانگیر رجبوف اوید به کارهای به سامان رسانیده شده معلومات مفصل داد. ضمن برآمد موصوف اظهار داشت که در دوره حساباتی پرداخت مبلغ حق استفاده قوه برق کارخانه و تشکیل تا 114.9% و اهالی 102.2% اجرا شده است. همچنین از طرفی شخصانی سخاوت پیشه در این مدت 7 عدد ترانسفرماترها خریداری گردیده نصب و وصل کرده شد. بنا به اطلاع رهبری جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های برقی پنجکند من بعد حساب کنک‌های برقی از انشاءات بیرون نصب و وصل کرده شده. تا امروز 164 عدد قوطی‌های حساب کنک‌های برقی بیرون برآورده شدند. در دوام 6 ماه امسال 205 کیلومتر خط برقی اوسید دید که این رقم هنگام آمدن سیل در چند جماعت دهاتی شهر و دهاتی پنجکند به قید گرفته شد و همه خطا سری وقت تعمیر کردند اظهار داشت جهانگیر رجبوف. اینچنین به گفته او در این مدت 465 عدد سندهای قید ویران کنی های شهروندان به قید گرفته شد که این عدد نسبت به همین دوره سال گذشته 13 عدد کم می باشد. در حالت وصل و نصب حساب کنک برقی مبلغ اون رو که اون رو باید پرداخت کند، رهبریت جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های برقی پنجکند چنین پاسخ داد. در قطار از جمعی شبکه برقی پنجکند شد، یکون مراتی با. وقتی که به خدمت و اختیار مشتری داده می شود، یعنی که این سالی سکنه که برقی اثر می فرض کرده شبکه نصب کرده شود، بولی اول. به استفاد داده شد، در صورت ویران شدن. یواز شدن و دیگر تو چون دارم یا تو دیگر کردن می خواهش بود خرج مشتری هم کنید می شود بوری اول از طرف شبکه ایجا کرده می شود وقتی که با مشتری دادن این جز مشتری البته این با استفاده بری مشتری و اما اون با پاو کمی بانده میره نکرده فرامده استفاده دارم میره نکرده کنید به خطر چند امیل بای هستن که بویسی زرار هستن بسته نسو بگرد تیپ که نقشه چوربینی بو علاقه دو گروهی کاری دوامی 6 ماه فعالیت میکنن فقط وظیفه اساسی کارمندان تکنیکی که بانی کار رو واسه اصلا تیب تفاهمش برآورده این سکنکه برقی روی گم روی کوری میبرن سمت فروش برق و سمت تکنیکی یک جویا فروش برق سمت حجات بزرگش میبینن سمت تکنیکی نسل وصل یعنی سکنکه برقی رو واسه در انجام برسونه.
سرداری کارخانه جهانگیر رجبوف با خبرنگاران درباره کارهای اجرا شده و برطرف سازی بعضی مشکلات و کمبودی ها نیز معلومات داد. نمایندگان وسایل اخباری عامه با سوالهای خود اوید به تامین برق، خاموش کردن برق در دهات، محله ها، شبانه روشن نشدنی چراغ‌های کوچه‌های مرکزی شهر، دهه‌های با چراغ‌های زمانوی تامین شده، آمادگی با دوره تیرماه و زمستان، جاری شدن محدودیت برق، پرداخت مبلغ‌های استفاده نیروی برق و دیگر سمت‌های فعالیت این ساحه مهم را پرسان شدند. سرداری کارخانه با سوال‌های خبرنگاران چنین پاسخ داد. اون از شمالی سخت می‌وزد. وقتی هستن که خطوی برق سربار میشه خود از تو برسی خود تو برقو میان خبر خوبش میشه. تکنیک هست ویل خواه وقت میتونه که بس ادامه دو چور شده. بیه بون خودشون. بیه اولا تو را ایش کرد. اولا توی فاس ماجور ایش کرد بقر کرد. ده میتونه. و دویر بایی مثلا مو در نقشه دوریم نقشه هر موها این کتی حالی بکنند و بخاطر اونه که طلبو در سوی انرگیت که زیاد است و سالهای طولانی است که خطوی برقی فرمند میکنند نه همه وقت مشکلات هایی که معاین کرده میشه برطرف بخاطر یعنی پیشگیری صدمه های تکنولوژی یکی از بند های نقشه چهار بینی پیشگیری صدمه های تکنولوژی یعنی حالتی که مفتی سودی که خود از خود برق خاموش بشه یک نقشه چهار بینی خودش دارد یعنی هر روز فرماندار تکنیکی نه و بس از اون سمت تکنیکی را انجام میدن در و موقع خود پیشگیری حالت های صدمه های تکنولوژی که کمره میکنن یعنی جو که یکی سوختی سود است این لازم میکنن در حال یعنی رو خطی برقی فرضوش در حال این لازم میکنن دویر باید مسئله قربانی میشه بیرش که گفته نمیتونه اما مسئله که خوبوش میکنیم همین شغلوبای طرف این فرمی فروش نیروی برق و باید مشتری باید شبکه بانی حضور از نگونه شود تن رو با گروهی یکم دویوم و سیوم استفاده برندگو همین هم زیاده از پانزده از اون کلاب اقصوان نیروی برقی که زیاد استفاده ببرند همون نمونی مشتریان یک ساعت پیش از خوبوش شده اون نیروی برق خبردار کرده می شود است که در حالت این جور شدن محدودیت برق توی مطالعه کار خطای برق برق شما به اون خوبوش کرده می شود در عکس اگر که ساختار تجارتی که شرطهای تکنیکی تامین کرده می شود یکی از بندهای یازدهم نیروی شرط تکنیکی تمام کرده باشد که شما با گروه سیوم استفاده برندگان شامل هستید و در صورت جور شدن محدودیت برق برق شما به اون خوبوش می شود این در قرار گروه استفاده برق هستید شرط آمدن در شده است، بوده استفاده برنده در شده است که به معمولیت تنها همون مشتری هایی که از این استفاده برنده هم روی یکم بیون به این دوری میدن از اون جمعه کارخانه سلامتی از این کارخانه استثوری بمرخانه ها سرحت ها خزمت قسمه های حربی حکومت ها بزرگت های کارهای داخلی حکومت های داخلی یعنی ساختار هایی هستن که به همون خط برقی رو میخواستن و این ها اکثریت شبکه با دو خط برقی تامین هستند و در صورت از یک خط برقی خاموش شدن و برقی افتادی به دیگر خط میزنند. خبرنگاران از رهبری شبکه‌های تقسیمات برق خواهش کردند که درباره خاموش کردن نیروی برق، ناویگری‌های ساحه، پیشکی با وسایل اخباری عامه معلومات و اعلان‌ها را دسترس نمایند تا اینکه مردم از این خبرها سری وقت بخبر باشند. گزارندگان چنین نشست‌های مطبوعاتی با سرداران کارخانه و اداره‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌ها ادامه دارد. در نشست نوبتی مطبوعاتی رهبریت مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی شهر پنجکند و اداره دولتی آبیاری و بهداشت زمینی حوضه دریای زرافشان با سوالهای خبرنگاران درباره فعالیت ساحه‌های خود جوابهای مشخص دادند. در زمینه نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند از روی جنبست نتیجه‌های نیم ساله اول سال 2024 نشست مطبوعاتی رهبریت مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی شهر پنجکند و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوضه دریای زرافشان با نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه و سخنان افتتاحی نمایندگان دستگاه رئیس شهر آغاز یافت. خبرنگاران به رهبران دو ساختار از جمله درباره تامین آب‌های پلیزی، مشکلات این ساحه و تاثیر آفات‌های طبیعی سال روان سوال‌ها مطرح کردند. سردار شعبه استفاده آب اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوضه دریای زرافشان طولی مختارف
به خبرنگاران اطلاع داد که واقعاً سال روان بر اثر تاثیر آفات طبیعی در تنهای خلیفه حسن مرغیدر و ایشان زیانهای زیادی وارد گردید. ما توانستیم در مدت خیلی کوتاه به مسافه 40 متر کانال خلیفه حسن را برقرار سازیم و تاکید شد که عین زمان با سبب بی توجهی راهبران خواجگی های دهقانی و اساسیاسیون استفاده برندگان آب قرض استفاده آب های پلیزی به 11 میلیون سومانی برابر شده است. او همزمان تاکید نمود که در این دوره ما با مبلغ 3 میلیون و 500 سومانی با خواجگی های دهقانی آب های پلیزی پیشنهاد کردیم، ولی آنها همگی 705,620 سومانی پرداخت کردند که این با 20% مجموع عمومی قرض برابر می باشد. دیرکتوری مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکین دلیر نصرالدینوف به خبرنگاران گفت که ما سال روان 70,000 نهالهای جنگلی و میوه‌دهنده شنانیده در تطبیق لایحه برنامه رشد پالونیا، یکی از نوعهای درختی که واقعا در جهان برای ساختمان خیلی مفید است، کارهای مشخصی را انجام دادیم. این لایحه از سال 2024 آغاز یافته تا سال 2028 ادامه می‌یابد و ما در سال روان 8000 بیخ درخت پالونیا شنانیده پرورش آن تحت نظارت قرار دارد. همزمان او تاکید نمود که در اساس همکاری با شریکان رشد ما برای برقرار سازی منطقه های از آفات طبیعی زیان دیده و همزمان تاسیس جنگلزار های نو کارهای مشخصی را انجام دادیم. از جمله در 6 ماهی سال روان در میدان 40 گکتر باغ نو بنیاد و 50 گکتر باغ های کهنه برقرار کرده شد. مطابق اطلاع دلیر نصرالدینوف، همکاری مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکین با اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان سال تا سال گسترش می‌یابد. او تاکید نمود که ضمن ملاقات و صحبت‌ها و مشورت‌ها ما درباره تجربه یکدیگر، همزمان پرورش آهوی بخارایی، فزن زرافشان و دیگر مسئله های مربوط رشد ساحه جنگل پروری، حفظ عالم حیوانات و پرندگان با موفقیت ها نائل گردیدیم. با سوال خبرنگاران درباره تشکیل دکان های فروش رستنی های تاروار، سردار خواجگی جنگل اطلاع داد که عین زمان این مسئله تحت نظارت است و ما تصمیم گرفتیم که در یک موضع خیلی زیبای پنجکین با مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین دکانهای زمانوی فروش رستنی های تاروار را به عمل بیاریم. همین طور در این نشست مطبوعاتی خبرنگاران درباره برقرارسازی موضع های آسیب‌پذیر دریای زرافشان سوال های خیش را اظهار نمودند. مسئولین اطلاع دادند که در موسم این ساله به مسافه 200 متر سد نو بنیاد و 500 و سدهای دیگر 400 متر سدهای کهنه برقرار کرده شد. در نشست مطبوعاتی پیرامون پیشگیری از نابودشوی جنگل، عالم حیوانات و پرندگان و دیگر مسئله هایی که به دوست داشتنی جنگل مربوط بود، خبرنگاران یک سلسله سوال ها را پیشنهاد کردند و اظهار داشتند که واقعا سالهای آخر از طرف رهبریت خواجگی جنگل شهر پنجکین در سمت حفظ جنگلزارها کارهای زیادی عملی شدند و برای پیشگیری از همه گونه حالت های ناگوار نسبت نفرانی که با بریدن جنگلزار نابوسازی آن دست داشتند 40 پرونده های ماموری و 2 پرونده جنایی تهیه و برای بررسی به مقامات دخدار پیشنهاد گردید. در خاتمه نشست مطبوعاتی رهبریت اداره آب و بهداشت زمین
باری دیگر اصرار داشتند که واقعاً برای پر تامین کردن آب‌های پلیزی همکاری با خواجگی‌های دهقانی و اساسیاسی‌های استفاده برندگان آب خیلی ضرور است، چون که ما از بی‌توجهی آنها ما نمی‌توانیم به همه کانال‌های جویبارها آب جاری نماییم و همزمان شبکه‌های آبرسانی منتظم کار نمایند. راهبران این دو ساختار پر دیگر از نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه دعوت کردند که برای ترغیب و تشویق حفظ محیط زیست از جمله جنگلزارها و تامین آب‌های پلیزی برای تمام ساحه‌های خواجگی خلق همه طرفه مساعدت نمایند. گزارشی عباس همراه‌زاده و شاه‌حسین صالحوف. بینندگان گرامی، حالا باشد با یک خبری ورزشی توجه نمایید. بخشیده به روزی ورزشگران تاجیکستان و بازی‌های تابستانه المپیک پاریس 2024 در تالار ورزشی لیسه کسب تکنیکی شهر پنجکنت در دوره تعطیلی تابستانه مکتب بچگان مسابقه اوید با سهربه قدرتی میان کودکان و نورسان دایر گردید. سبقت خصلت انفرادی داشته در طایفه وزن‌های مختلف غالبان را معین نمود. سهربچیان ادریس مولانوف از مؤسسه تعلیمی لیسه پرورشگاه، صاحب امونقولوف از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1، اسماعیل شمسیف و ابراهیم قاسیموف از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3، خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47، عبدالله رحیموف، جوراقل اوتابویف، ابراهیم شمسیف، بلال محمدیف، سعید جان امینوف، احمد جان صادقوف و امیرشاه امیدوف غلبه را با دست آوردند. در این باره استاد ورزش سینو رفیف اطلاع داده است. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام با پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد پیروز باشید.